سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم شهروندان ایران از مزاحمت های پلیس در قالب طرح مبارزه با روزخاری به سطوح آمدند و در فضای مجازی علیه این اقدام حکومت واکنش نشان دادند طرح برخورد با تظاهر به روزخاری از سوی پلیس امنیت در ایران با آغاز ماه رمضان از یک شنبه گذشته آغاز شد پلیس در این طرح اعلام کرده است با افرادی که اقدام به روزخاری می کنند برخورد خواهد کرد و خودروهایی که در آنها راننده یا سرنشینان اقدام به روزخاری کنند نیز توقیف می شود. شهروندان اما میگویند گروهی از افراد نیروی انتظامی در قالب این طرح اقدام به مردم آزاری می کنند. منتقدان این طرح مخالفت های خود را به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی نشان داده و میگویند در این طرح قانون مشخصی برای برخورد از سوی پلیس وجود ندارد. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری اجلاس خبرگان رهبری خبر داد و گفت طبق آین نامه برای انتخاب رئیس عمل میکنیم احمد خاتمی با اعلام اینکه شانزدهمین اجلاس دور چهارم مجلس خبرگان یازدهم و دوازدهم شهریور بر ماه برگزار می شود گفته است هنوز سخنرانان تعیین نشدند و ریاست جلسه هم به عهده آیت الله هاشمی شاهرودی است به همچنین گفته است گزینه های ریاست مجلس خبرگان رهبری در روز اجلاس مشخص خواهد شد. معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورتی که حکومت عراق درخواست کند سلاح به این کشور خواهیم فرستاد ولی برنامه برای اعزام نیروی نظامی به عراق نداریم امیر عبداللهیان در مسکو و در یک نشست خبری گفت کمک هایی که تا کنون به عراق کرده ایم در زمینه رایزنی به این کشور برای مبارزه با تروریسم بوده است جمهوری اسلامی ایران که از دولت شیعه نوری المالکی حمایت می کند بارها از سوی آمریکا و کشورهای منطقه متهم به دخالت نظامی در امور عراق از جمله اعزام نیرو و سلاح برای شبه نظامیان شیعه و ارتش این کشور شده است اواخر خرداد ماه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع امنیتی آمریکایی خبر داد ایران برای حمایت از بغداد کربلا و نجف دو گردان از نیروهای سپاه را به عراق فرستاده است در حالی که از امروز مذاکرات هسته ایران با گروه پنج به علاوه یک آغاز می شود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار به جمهوری اسلامی گفت ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. جلب اعتماد جهانی و پایان انزوای سیاسی و اقتصادی یا از دست دادن این فرصت تاریخی؟ جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یادداشتی برای نشریه واشنگتن پست نسبت به موضوع انعطاف ناپذیر ایران هشدار داد. وی در این مقاله تصریح کرده که ایران در برابر یک انتخاب گریز ناپذیر قرار دارد و اینکه نگرانی بین المللی را رفع کند با یک فرصت تاریخی را برای پایان دادن به انزوای اقتصادی و سیاسی از دست می دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در مقاله خود نوشته ما این را میدانیم که یک دید خوشبینانه در ایران نسبت به نتیجه مذاکرات وجود دارد اما این نگاه با موازی که ایران پشت درهای بسته مذاکرات میگیرد همخانی ندارد جان کری تاکید کرده که ایران هنوز نتوانسته صلح بودن برنامه اتمیش را اثبات کند وی همچنین اظهار داشته اینکه مذاکرات با ایران در سه هفته باقی مانده تا مهلت مقرر یعنی 20 ژوئیه مطابق با 29 تیر ماه به سختی پیش برود ربطی به تقاضای بیش از حد گروه پنج به علاوه یک ندارد بلکه این کشورها تا کنون به اندازه ممکن از خود انعطاف نشان دادند و در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است ما با اعتقاد به اینکه فرصتی واقعی برای دستیابی به موفقیت وجود دارد وارد این مذاکرات شدیم هنوز همین فرصت وجود دارد اما زمان رو به پایان است کری تصریح کرده که زمان مقرر برای حصول توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک بیست ژوئیه است و طرفین مذاکره نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا از مشاجرات سخت که منجر به طولانی شدن مذاکرات و ادامه آن پس از این تاریخ شود پرهیز کنند این در حالی است که دیپلمات‌های های غربی گفتند در صورتی که دسترسی به توافق برای طرفین مذاکره بدیهی باشد ممکن است این زمان تمدید شود گفتنی است حسن روحانی و دیگر مقامات دولت نسبت به مذاکرات هسته‌ای خوشبین هستند و بارها ابراز امیدواری کردند که توافق اتمی ایران با غرب حاصل شود در این رابطه چندی پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی مذاکره کننده ای ارشد ایران گفته بودند که با پایان مهلت شش ماهه توافق ژنو میتوان این فرصت را تمدید کرد عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه نیز روز گذشته گفت همه طرف ها از این فرصت استفاده می کنیم تا به توافق نهایی برسیم. همچنین در همین راستا روز گذشته نیز حسن روحانی هم با اشاره به پرونده هسته ای گفت که ساختار تحریم ها لرزیده است و هرگز نمیتوان آن را به حالت اولیه بازگرداند اما جانکری میگوید تهران نباید به مذاکرات هسته خوشبین باشد و باید بکوشد صلح بودن برنامه اتمی خود را ثابت کند دور ششم گفتگوهای میان گروه ایران و پنج به علاوه یک امروز چهارشنبه یازده تیرما با حضور کاترین مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین از سر گرفته می شود. دور پنجم مذاکرات دو طرف نتیجه چندانی در بر نداشت و گزارش شده که اختلافات درباره نحوه حل و فصل ابهامات برنامه هسته ایران و نوشتن توافقنامه نهایی همچنان باقی است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از شبه نظامیان طالبان خواست خشونت و خونریزی در این کشور را کنار بگذارند و گفت در درگیری های اخیر در استان هلمند بخشی از یک توطئه خارجی برای از بین بردن افغانستان است در درگیری های کته هفته گذشته در استان هلمند رخ داد ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در رویدادی دیگر مرتبط با افغانستان ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی از دیدار عبدالله عبدالله با آقای احمد زی خبر داد. سخنگوی ستاد آقای احمد زای گفته این مذاکرات برای ایجاد دولت ائتلافی نیست بلکه برای حل بنبست انتخابات است ستاد آقای عبدالله نیز گفته است هدف از این گفتگوها بحث بر سر مکانیزمی برای جداسازی آراء پاک از آراء ناپاک است اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بازنگری در بیش از دو هزار مرکز اخذ رای به تاخیر افتاده است گروه تروریستی داعش تردد زنان بدون محرم را در موسل ممنوع کرده و زنانی که از این قوانین تخلف کنند محاکمه و سنگسار می کند. محمد یونس عضو شورای ایان در استان نینوا گفته است داعش برای محدود کردن آزادی زنان دادگاه ویژه زنان تشکیل داده آرایشگاه های زنانه و فروشگاه های لباس زنانه را تعطیل و برای خروج زنان ساعت مخصوص تعیین کرده است. داعش پیش از این نیز مردم موسل را به شرکت در نماز جمعه فراخوانده و تاکید کرده بود کسانی که در نماز جمعه حاضر نشوند شلاق میخورند رهبر داعش از مسلمانان جهان خواسته برای کمک به ساختن یک کشور اسلامی به عراق و سوریه مهاجرت کنند. این بیانیه چند روز پس از آن صادر می شود که داعش تصمیم خود برای تشکیل خلافت اسلامی را اعلام و ابوبکر البغدادی را خلیفه مسلمانان جهان معرفی کرد. در ادامه بحران عراق مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق از قصد خود برای برگزاری همه پرسی در مورد استقلال این منطقه خبر داد. در همین حال نمایندگان سنی و کرد پارلمان عراق روز دهم تیرماه تیر ماه به دنبال عدم معرفی جانشین نوری المالکی از سوی نمایندگان شیعه نخستین جلسه مجلس جدید عراق را تحریم کرده و آن را از حد نصاب انداختند. نمایندگان سنی و کرد پارلمان عراق به دنبال معرفی نشدن جانشین نوری المالکی از سوی نمایندگان شیعه نخستین جلسه مجلس جدید عراق را تحریم کرده و آن را از حد نصاب انداختند به گزارش خبرگزاری رویترز اقدام این نمایندگان امیدها برای تشکیل دولت وحدت ملی و جلوگیری از سقوط عراق به دلیل پیشروی شورشیان داعش را کمرنگ کردن. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و کشورهای همسایه عراق به اضافه روحانیون شیعه عراق در روزهای گذشته از سیاستمداران این کشور خواسته بودند تا هرچه سریعتر دولتی فراگیر برای جلوگیری از پیشروی شورشیان افراطی به سمت بغداد تشکیل دهند اما با ناکامی نمایندگان شیعه در معرفی نخست وزیر جدید سنی ها و کرد ها از بازگشت به سحن پارلمان در منطقه سبز بغداد خودداری کردند. گزارش رویترز میگوید که تنها حدود یک سوم نمایندگان به نشست مجلس بازگشتند. سونی ها گفتند که اطلاف آنها تا زمان معرفی نخست وزیر از سوی شیعیان نامزدی برای ریاست پارلمان اعلام نخواهند کرد. کردها نیز از معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری خودداری کردند. این نمایندگان معرفی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق را رد کردند. آقای مالکی تا تعیین نخست وزیر جدید عراق به صورت کفیل نخست وزیری عهدهدار این سمت خواهد بود. این نخستین نشست پارلمان عراق پس از برگزاری انتخابات در ماه آوریل امسال بود. گزارش ها است که نشست بعدی پارلمان قرار است روز هشتم جویه برگزار شود. گفتنی است در این جلسه قرار بود که رئیس پارلمان و رئیس جمهوری عراق نیز انتخاب شوند. بر اساس نظام حکومتی عراق که پس از سقوط صدام حسین اجرا شده است، نخست وزیر همیشه از اکثریت شیعیان، رئیس پارلمان از سنی ها، و رئیس جمهوری که پستی تشریفاتی است از میان کردها انتخاب می شود اما در رویداد دیگر مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق از قصد خود برای برگزاری همه پرسی در مورد استقلال این منطقه خبر داد وی که در این باره با شبکه جهانی بی بی سی سخن می گفت درباره این همه پرسی افزود که در حال حاضر نمیتوانم تاریخ دقیق آن را مشخص کنم اما قطعا طی چند ماه برگزار می شود مسعود بارزانی با اشاره به پیشروی های گروه داعش دولت اسلامی شام و عراق در مناطق سنی نشین عراق گفت همه آنچه اخیرا رخ داده نشان می دهد که حق کردستان است که به استقلال برسد وی با اشاره به مسئله استقلال افزود از این پس دیگر مخفی نمی کنیم که هدف ما این است عراق همینک عملا تزیه شده است رهبر اقلیم کردستان عراق افزود آیا قرار است در چنین وضعیت قمنگیزی که کشور در آن به سر می برد باقی بمانیم؟ البته تصمیم استقلال بر عهده من نیست و بر عهده مردم است ما همه پرسی برگزار خواهیم کرد و از زمان انجام آن طی ماههای آینده خواهد بود به گفته ای آقای بارزانی جهت برگزاری چنین رفراندومی اقلیم کردستان عراق نخست باید یک هیئت انتخاباتی مستقل تشکیل دهد او در ادامه گفت که ما به تصمیم مردم احترام گذاشته و به آن عمل خواهیم کرد و امیدواریم که دیگران هم همین کار را بکنند این اظهارات رهبر اقلیم کردستان عراق در حالی بیان می شود که پیش از آن معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود که ترکیه با جدایی کردستان از عراق مخالف است این مقام دولت ترکیه در این باره گفته بود همه دنیا موضع رسمی ما را می داند. نباید گذاشت عراق تزیه شود نباید گذاشت که سلاح را رو به یکدیگر نشانه بروند نگذاریم مردم خونه هم را بریزند کاری کنیم که قدرتهای خارجی از مداخله در عراق دست بردارند و عراق راه خود را برای ایجاد یک جامعه منسجم ادامه دهد در رویداد دیگر مرتبط با عراق ایالات متحده برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندان آن کشور در مقاطع مختلف پایتخت 300 نیروی نظامی دیگر به عراق میفرستد. با این حساب شمار کل نیروهای نظامی آن کشور در عراق به تقریبا 750 نفر می رسد. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه آمریکا در این حال گفته است که گروه کوچکی از کارکنان خود در سفارتخانه بغداد را موقتا به کنسولگری خود در شهر اربیل شمال عراق و شهر بسره در جنوب آن کشور انتقال میدهد. به گفته جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سفارتخانه در بغداد به طور کامل مجهز می شود تا به ایفای وظایف خود بپردازد این رویدادها در حالی است که درگیری های داعش و حکومت عراق همچنان ادامه دارد گروه داعش که همینک اعلام ایجاد خلافت اسلامی در بخشهایی از عراق و سوریه کرده با دولت عراق در چند نقطه از جمله در شهر تکری در شمال عراق درگیر است در همین حال استاندار صلاح الدین عراق اعلام کرد که بیش از 60 درصد این استان از عناصر داعش آزاد شده است و پیشروی نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد سازمان ملل متحد اعلام کرده که طی ماه گذشته در عراق 2417 نفر در پی اقدامات خشونت آمیز و تروریسم کشته شدند که 1531 نفر از آنها از غیر نظامیان بودند. به دنبال آتش سوزی بند 325 اوین ویژه روحانیت خانواده آیت الله بروجردی خواستار پیگیری و تأمین امنیت جان او و سایر همبندانش از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشری شدند. آقای کازمینی بروجردی زندانی عقیدتی که نزدیک به هشت سال است در زندان به سر می برد در این بند بوده است و با توجه به چندین مرتبه سوء قصد به جانوی اکنون این حادثه موجب نگرانی شدید خانواده وی شده است. بامداد با دیروز سهشنبه بند ویژه روحانیت آتش گرفت و وسایل زندانیان در آتش سوخت. زندانیان مستقر در این بند به علت تنفس دود ناشی از آتش سوزی دچار ناراحتی های تنفسی شدند. در حین آتش سوزی آیفون ارتباطی بند ویژه با خارج از بند قطع شده بود و درهای بند نیز قفل بوده است. سرانجام پس از فریاد زندانیان برای کمک بند سپاه اقدام به شکستن درپا و امداد رسانی می کند. نگار حائری حقوقدان و زندانی سیاسی در شرایط نامناسبی در زندان قراچک ورومین نگهداری می شود. به گزارش وبسایت کلمه، مقامات قضایی علیه نگار حائری به دلیل مصاحبه در مورد وضعیت سلامتی پدرش پرونده جدیدی تشکیل دادند و در نهایت به چهارم خرداد ماه بازداشت و به زندان قراچک فرستاده شد. او دختر ماشالله حائری زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج است. در رویداد دیگر هادی اسماعیل زاده وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در دادگاه انقلاب به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد آقای اسماعیل زاده استاد دانشگاه و عضو شورای عالی نظارت این نهاد پس از بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بارها به نهادهای امنیتی احضار شده و مانع از کار او در دانشگاه ها و مؤسسات عالی شدند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران با دفاع از آزادی در اسلام گفت متعجرین در مقوله آزادی نعل وارانه میزنند. در همین حال محمد نبی حبیبی, دبیرکل دبیر کل حزب معتلفه اسلامی مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی را با گفته پیشین او درباره رهبر جمهوری اسلامی منطبق ندانسته و گفته است آقای هاشمی غالبا به نفع اصلاح طلبان موزگیری می کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب آزادی، آزادی را یکی از نیازهای انسان دانست و گفت انسان ها بر اساس دین آزاد خلق شدند و باید آزاد باشند. حاشمی رفسنجانی ادامه داد آزادی در اسلام جایگاهی علا دارد و هیچ کس حق ندارد حق اسلامی انسان ها را قصب و سلب کند. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در ادامه با اشاره به عملکرد کرده گروهک های بوکو حرام و داعش اظهار داشت اینان فرزندان امروزی القاعده و طالبان هستند که به اسم دین مردم جهان را به اسلام حراسی و اسلام ستیزی می کشانند. وی افزود اسلام برای جهان آمده اما هیچ اجبار و زوری هم در کار نیست و به پیروان ادیان دیگر با احترام نگاه می رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تعاریف متعدد از آزادی در ابعاد مختلف گفت در نظام دموکراسی انتخابات معیار آزادی و توجه به رأی اکثریت است وی در پایان هم گفت علم و دانش در تزارو به آرا رشد می کند و متاسفانه متحجرین در مقوله آزادی نل وارونه می زنند. در همین حال محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب متلفه اسلامی موازه اکبر حاشمی رفسنجانی را با گفته های پیشین او درباره رهبر جمهوری اسلامی منطبق ندانسته و گفت که وی غالبا به نفع اصلاح طلبان موزگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری ناسیم آقای حبیبی دبیر کل حزب متلفه اسلامی گفت که اکبر خوشمی رفسنجانی پیشتر در جلسه ای گفته است که من به همه گفتم که سر سه موضوع نظام اسلامی، ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای با کسی معامله نمی کنم. دبیر کل حزب مطلفه اسلامی در ادامه اکبر حاشمی رفسنجانی را به عمل برخلاف گفته خود متهم کرده و سخنان او در نماز جمعه 26 تیر 1388 و نامه او به رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات سال 1388 را از جمله مواردی دانسته است که با سخنان هاشمی رفسنجانی درباره رهبر جمهوری اسلامی در قسمت قابل توجهی انتباق ندارد آقای حبیبی گفت در مواقعی اتفاق میافتد که این عدم انتباق و تفاوت میزانش بسیار بالاست محمد نبی حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد حاشمی رفسنجانی در جلسات مختلف صریحا اعلام کرده که میخواهد در موضوعات سیاسی فراجناهی عمل کند ولی فراجناهی عمل کردن حاشمی در مواقعی به طور کامل صورت نگرفته و غالبا به نفع اصلاح طلبان گیری کرده است. دبیر کل حزب متلفه اسلامی همچنین سخنان حاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه که جدید ها با ماهوار مخالفند را اشتباه خوانده و افسود قدیم الاسلام ها هم برنامه بد ماهواره را تقبیح و محکوم می کنند. گفتنی است پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته سخنانی منتشر نشده از وی در جمع دانشجویان به مناسبت اولین سالگرد انتخابات 92 را منتشر کرد که آقای رفسنجانی در این سخنان با بیان اینکه جدید الاسلام ها به جان انقلاب و مردم افتادند گفته بود این گروه تلاش میکنند که نگذارند در کشور اینترنت باشد چقدر ماهواره را از بالای پشت بام ها جمع کردند و من نمیدانم چه تأثیری کرد. کار اینها نه تنها از آگاهی مردم چیزی کم نکرد بلکه بر آگاهی مردم افسود. این سخنان با واکنش تند محافظ مواجه شد و بسیاری از محافظ با انتقاد از گذشته هاشمی گفتند نمیتوان باور کرد هاشمی طرفدار آزادی بیان است. شهرا شهلا میرگلو از عضو فراکسیون زنان مجلس گفته مجازات کسانی که در بستن قطعی لوله مردان و زنان نقش داشته باشند بین دو تا پنج سال حبس خواهد بود خانم میرگلو بیات به خبرگزاری تصنیم گفته این مجازات برای کسانی که برای انجام چنین کاری تبلیغ می نیز در نظر گرفته شده است. چند پیش مجلس ایران با هدف افزایش جمعیت طرحی را تصویب کرد که به موجب آن وازکتومی و توبکتومی با مجازات حبس همراه خواهد بود. در قالب این طرح جدید با هر گونه اقدام و جراحی که منجر به جلوگیری دائم از بارداری شود مقابله قانونی می شود. چند روز پس از اظهار نظر سریح علی خامنه ای درباره عدم موافقت با رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی حملات به این دو نفر شدت گرفته است. در این رابطه اسماعیل کوسری نماینده مجلس گفته مجازات میر موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده اما نظام از جرم آنها گذشت کرده است. به دنبال اظهار نظر علی خامنه ای در پاسخ به درخواست علی متحری مبنی بر رفع حصر حملات علیه رهبران جنبش سبز شدت گرفته است. در این خصوص بعد از اظهار نظر رهبر ایران محافظ میگویند موسوی و کروبی مشمول ملاتفت نظام و رهبری شدند. حمید رضا ترقی رئیس مرکز امور بین حزب متلفه گفته میر حسین موسوی و مهدی کروبی به رأی مردم تمکین نکردند و حتی داوری رهبری را هم نپذیرفتند. وی افزوده است بنابراین این افراد از چارچوب قانون اساسی که حاکم بر جامعه است خارج شدند و این یعنی خارج شدن از حاکمیت. اسماعیل کوسری نماینده مجلس هم در این رابطه گفته مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده اما نظام از جرم آنها گذشت کرده است به گزارش خبرگزاری بسیج آقای کوسری گفته وقتی فتنگران به اشتباهات خود مبنی بر عدم تقلب در انتخابات 88 اقرار نمی کنند چگونه انتظار می رود که مسئولین از گذشته بگذرند و به آینده نگاه کنند وی با بیان اینکه عدهای میخواهند برای پاک کردن گناه خود فتنه را کمرنگ جلوه دهند افزوده گذشت از فتنه حرفی غیر منطقی و بیپایه است که این گونه حرفها در ذهن نمی گنجد. این نماینده مجلس مدعی شده که هدف نهایی جریان فتنه در سال 1388 براندازی نظام جمهوری اسلامی بود و اگر تدبیر رهبر نبود قطعا پایه های نظام متزلزل می شد. اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب متلفه هم گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی از فرصت طلب بخشش و عف استفاده نکردند. آقای بادامچیان از موسوی و کروبی به عنوان کارگردانان فتنه نام برده که در دام سران آمریکا و انگلیس گرفتار شده و باید استغفار کنند. وی علت ادامه حصر این دو رهبر جنبش سبز را تجربه قطعهای زنجیری در ایران دانسته و گفته نظام برای حفظ جان آنها چنین تصمیمی گرفته است. این فعال سیاسی محافظ کار اضافه کرده که نظام با حصر این دو نفر قصد دارد مانع قتل آنها از سوی برنامه ریزان خارج از ایران شود تا مباد قتل آنها به پای هزبولایی ها گذاشته شود. قائم مقام حزب مطلفه همچنین گفته اگر موسوی و کروبی در دادگاه محاکمه شوند مطمئنا به خاطر جرائم مختلف محکوم خواهند شد وی اضافه کرده طبق قانون آنها مجرم هستند و جرایم سنگین و بزرگی مرتکب شدند این حملات به دنبال اظهار نظر علی خامنه ای بود رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش در واکنش به درخواستها برای رفع حصر موسوی و کروبی و در پاسخ به علی متحری گفته بود که آنها مرتکب جرم بزرگی شدند و اگر محاکمه شوند مجازات سختی در انتظار آنها خواهد بود اما بعد از شدت گرفتن حملات علیه رهبران جنبش سبز مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت دروگویی ها علیه رهبران جنبش سبز بر مردم اثری ندارد و برخی در حالی که پیشانی هایشان پینه بسته برای انتقامگیری و خودشیرینی علیه موسوی و کروبی دروغ میگویند. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده است که قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و نقاب در اماکن عمومی در فرانسه ناقض آزادی های مذهبی و بیان نیست. پارلمان فرانسه این قانون را به درخواست دولت در سال 2010 تصویب و جریمه 150 یورویی برای نقض آن تعیین کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است هدف دولت فرانسه از اجرای این قانون رعایت حداقل ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک از جمله تعامل اجتماعی است ای که این نوع پوشش مانع از آن می‌شود. تصویب این قانون با اعتراض مسلمانان تونرو و برخی گروه های فشار روبرو شد اما شورای مسلمانان فرانسه پوشاندن کامل صورت با نقاب و برقع را تعصبی سلفی و ناقض قوانین کشور توصیف کرده است. حزب دولت و توسعه ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی این کشور را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 19 مرداد ماه برگزار خواهد شد. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. مطابق با وعده‌ای که پیشتر حزب عدالت و توسعه داده بود سرانجام روز سهشنبه حدود چهار هزار نفر از اعضا و نمایندگان این حزب در مرکز کنگره اتاق تجارت شهر آنکارا گرد هم آمدند تا به طور رسمی نامزدی آقای آراغان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را اعلام کنند مراسمی که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طی اون آقای محمد علی شاهین معاون حزب عدالت و توسعه رسما آقای اروان رو به عنوان نامزد این حزب برای تصدی مقام ریاست جمهوری معرفی کرد همینطور تمامی 313 تن نمایندگان حاضر حزب عدالت و توسعه در پارلمان با امضای نامه رسمی و تایید آقای اروان درخواست نامزدی آقای اردوغان رو به ریاست پارلمان ارائه کردند تا روال قانونی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری طی بشه. مطابق با اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه در سال 2010 طی یک همه پرسی صورت گرفته انتخاب رئیس جمهور که پیشتر بر اساس بند 104 قانون اساسی از سوی پارلمان صورت می گرفت تغییر کرده و از این پس مردم با رأی مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب خواهند کرد در واقع این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه خواهد بود که رئیس جمهور نه از سوی پارلمان که مستقیما با رأی شهروندان انتخاب خواهد شد هرچند مقام ریاست جمهوری در ترکیه پیش از این یک مقام تشریفاتی بود حالا ما این احتمال وجود داره که با انتخاب آقای اردوغان اصلاحاتی نیز در حوزه اختیارات و وظایف رئیس جمهور در این باره انجام بگیره و شخص رئیس جمهور از اختیارات بیشتری در این رابطه برخوردار باشه خود آقای اردوغان در این مراسم پس از اعلام نامزدی گفته که به امید خدا در صورت پیروزی در انتخابات دوران جدیدی رو در ترکیه آغاز خواهیم کرد اما در شرایط کنونی به نظر میرسه که آقای اردوغان در انتخابات پیش رو رقیب جدی نداشته باشه دو سه روز پیش میدونیم آقای عبدالله گل مهمترین رقیب به همهزبی او در این مسیر اعلام کرد که قصد شرکت در انتخابات رو نداره و با این شرایط و با سنا به نظر هایی که انجام گرفته دست کم دا کنون پیروزی آقای اردوغان محتمل به نظر میرسه دو رقیب دیگه آقای اردوغان در این مسیر آقای اکمل الدین احسان اغلو نامزد مشترک و مورد حمایت دو حزب جمهوری خلق و ملی ها خواهد بود و همینطور آقای صلاح نامزده دمیرتاش و نام 42 ساله کرد و مورد حمایت حزب دموکراتیک خلق ها که با توجه به ریشه کردی ایشون و حزب مورد حمایتش بسیار امید داره بتونه آرای 12 میلیونی کردها رو در این زمینه جذب کنه اما خب آقای اردوغان هم در این زمینه یعنی تلاش برای حمایت کورها در طی یک سال گذشته اقداماتی رو انجام داده از جمله لایحه اخیری که به پارلمان ارائه شد تا بر اساس اون فضا برای تعامل بیشتر کورها در جامعه ترکیه فراهم بشه جدا از نظرسنجی ها و چنین اقداماتی که از سوی دولت در این مدت انجام شده انتخابات محلی سی مارچ و پیروزی از بدالت و توسعه در این انتخابات نقطه و امید دوچندانی رو آقای ارغان و حزبش در این مسیر میده که بتونن با قدرت در این انتخابات پیروز میدان باشن اگر آقای ارغان آنطور که خودش امروز گفتن تصمیم داشته باشه برای دو دوره رئیس جمهور ترکیه باشه و در این مسیر هم موفق بشه در اون صورت او تنها سیاست مداری خواهد بود که پس از آتا ترک فقید بیشترین دوران ریاست جمهوری در این کشور رو برآورده داشته رویترز گزارش داده است صادرات نفت ایران در ماه جوان نسبت به ماه پیش از آن تا ده درصد کاهش یافته است. این گزارش می با این حال صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی نیم سال اول 2014 بیشتر از رقمی است که آمریکا بر اساس توافق هسته‌ای ژنو انتظار داشت. واشنگتن انتظار داشت که صادرات نفت ایران در سطح سال 2013 یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند ولی بر اساس گزارش ها صادرات نفت ایران در ماه های گذشته بالای یک میلیون و دویست هزار بشکه بوده است. صادرات نفت ایران حتی در ماه فوریه به نزدیک یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز رسید. و اما آخرین خبر اینکه که مرزیه برومند کارگردان سینما و تلویزیون در اعتراض به وضعیت تئاتر کشور گفت متاسفم بودجه تئاتر مملکت نصف پشت قباله فلان خانم بازیگر است که زن یک مرد سیاسی شده است تا امید اهالی تئاتر ته نکشیده است فکری کنید این چه بودجه است برای تئاتر مملکت باید خجالت بکشند به نظر می رسد اشاره خانم برومند به تنها ازدواج سیاسی هنری سالهای اخیر یعنی ازدواج مهناز افشار و یاسین رامین فرزند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دوران احمدی نژاد باشد سخنان اخیر خانم برومند با واکنش های بسیاری در شبکههای های اجتماعی مواجه شده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتان آرزو می کنم.